به احترام حریم خصوصی ایشون تمایلی به توضیح بیشتر ندارم. حدود یک سال از جدایی ما میگذره و در این مدت به خاطر بچه ها و امید به حفظ خانواده حتما که تمام تلاشم رو کردم. دوستان سلام، به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم ماجرای طلاق و خیانت همسر روناک یونسی به اون و حواشی طلاق سپهر حیدری ازنش رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من همراه باشید. در پست های قبلی از حواشی طلاق آرام جوینده و سپهر حیدری و موزیک ویدئوی جنجالی اون که در یوتیوب بالای 100 کا ویو گرفت صحبت کردیم. با اینکه اکثر پیجا و کانال های خبری خبر طلاق این دو نفر رو پوشش دادن، اما سپهر حیدری با استوری که گذاشت همه رو شوکه کرد. سپهر با انتشار استوری عاشقانه برای آرام به حواشی طلاقش واکنش نشون داد و به مخاطبهاش فهموند که همچنان با همان و خبری از جدایی نیست. اما انتشار پست موزیک ویدئوی آرام تو استوری پیجش نوشت: بهت افتخار میکنم عشق ابدی من. میدونم برای این لحظه خیلی تلاش کردی. مطمئنم در این راه میدرخشی ملکه بی همتای من. شک ندارم شیرزنان ایران اگر حمایت بشن میتونن تو هر شاخه‌ای بدرخشن. البته که آرام به استوری سپهر واکنشی نشون نداد. هرچند که هرگز خواستار طلاق و جدایی هیچ زوجی نیستیم، اما شاید هم خبر جدایی اونقدر هم که به نظر میرسه شایع نباشه و سپهر فقط برای حفظ ظاهر این استوری رو منتشر کرده باشه. اما ویروس طلاق که این روزها بین چهره‌های معروف به شدت زیاد شده، گریبان روناک یونسی و همسرش محسن میری که مدل و مربی بدنسازی را هم گرفت و این زوج هم از جمله کسایی بودند که بعد از 12 سال زندگی مشترک و با وجود دوتا بچه از هم جدا شدن. اما جداییشون با چالش‌های زیادی روبرو شد، چرا که یک سال بعد از طلاق همسر سابق روناک با خانومی که از دوستای خانوادگیشون بود و روناک قبلا با این خانوم و همسرش که حالا جدا شدن رفت آمد داشت ازدواج کرد. انتشار عکس‌های خصوصی قدیمی از دیدار خانوادگی این دو زوج باعث شد همسر سابق روناک به این قضیه واکنش تندی نشون بده و در چندین پیام از ازدواجش دفاع کنه. اون با انتشار متنی در اینستاگرامش درباره ازدواجش گفت: سلام به همه دوستان عزیز. برخلاف میل باطنیم لازم دونستم به عنوان کسی که زندگی شخصی و کاریش با شما عزیزان در طی این سالها به اشتراک گذاشته و دنبال کننده های عزیزی داره که از روزمرگی های ما با خبر هستن شفاف سازی کنم، چون این رو حق شما و وظیفه خودم میدونم. در رابطه با جدایی من و همسر سابقم خانم روناک یونسی، لازم به ذکره که هیچ خیانتی از طرف من رخ نداده، همونطور که خودشون هم قطعا میدونن. به احترام حریم خصوصی ایشون تمایلی به توضیح بیشتر ندارم. حدود یک سال از جدایی ما میگذره و در این مدت به خاطر بچه ها و امید به حفظ خانواده حتما که تمام تلاشم رو کردم. اما متوجه شدم که یک رابطه تشنج‌زا بین پدر و مادر آسیب‌های بیشتری از طلاق برای بچه‌ها داره. به عنوان پدر باور دارم که اکنون بچه‌هام عشق، احترام و آرامش بیشتری رو تجربه می‌کنن. بعد از یک سال وارد یک رابطه سنتی و قانونی شدم، چون همیشه روش زندگیم این بوده که در محیط خانواده باشم و از روابط گذرا پرهیز دارم و هرگز تمایلی ندارم، همونطور که در سن پایین زندگی متأهلی رو انتخاب کردم. اما بعد از پخش شدن عکس‌های شخصی و برچسب خیانتی که بهش زده شد، این بار واکنش تندتری نشون داد و گفت این عکس‌ها شخصی بوده و کاملا مشخصه که از طرف همسرانمون پخش شده و من خیانتی نکردم. اون نوشت این که 3 تا عکس قدیمی که کاملا مشخص عکس‌ها خیلی قدیمی هستن از من منتشر شده چیز عجیبی نیست. به واسطه شغلم تقریبا 70% مردم این شهر با من عکس دارن. ما کلن در 3 تا ایونت با خانواده هامون حضور داشتیم که در اون زمان همه متأهل بودیم. اگر خانم روناک یونسی حتی یک عکس تکی با همسر فعلی من داشت، میتونست ادعا کنه که ایشون دوست همسر من بوده. همسر فعلی من هیچ دوستی قبلی با خانم روناک یونسی نداشته و این رو تمام افرادی که در تورنتو زندگی میکنن و با ما معاشرت دارن
میتونن به وضوح شهادت بدن. همسر فعلی من 3 ساله که از همسر قبلیش جدا شده و من هم 1 ساله که جدا شدم. طبق گفته های قبلیم ما به صورت کاملا سنتی ازدواج کردیم و اینکه من با کسی ازدواج کردم که از قبل شناخت کامل از اون شخصیتش داشتم حتما که تأثیر مهمی در انتخابم داشته و این به این معنی نیست که رابطه ای داشتم. من تقریبا میتونم بگم که بیشتر مردم این شهر رو میشناسم و با خیلی از خانواده ها عکس دارم. پس یعنی این به این معناست که با همه ارتباط داشتم. با هر کس دیگری هم ازدواج میکردم این موج از سوی همسر قبلی من متاسفانه به وجود میومد. این عکس ها کاملا شخصی بوده که از طریق پاپاراتسی ها منتشر نشده و تنها در تلفن های همراه ما بوده و فقط ما میتونستیم اونها رو داشته باشیم و کاملا روشنه که از طریق همسران قبلی ما منتشر شده. برای ما و تمام نزدیکای ما که همه در جریان هستن بسیار طبیعیه که چنین موجی ایجاد بشه و متاسفانه دوستان حاضر در ایران حق دارن که گمراه بشن. برای اونها آرزوی آرامش میکنم و فقط از شما دوستان عزیز میخوام که انقدر راحت تحت تأثیر قرار نگیرید. من نمیخوام بسیاری از مسائل رو بیان کنم، تنها به دلیل 2 فرزندی که دارم و احساس مسئولیتی که نسبت به اونها دارم و احترام به گذشته و آینده ذهنیت فرزندانم نسبت به مادرشان. با 1 سرچ ساده در مصاحبه های ایشون کاملا شخصیت و منش ایشون پیداست که من سالها به دلیل علاقهی که به ایشون داشتم سعی در تغییر رفتارشون داشتم، اما متاسفانه نتونستم که در نهایت زندگی به جدایی کشید. منحرف کردن ذهن شما عزیزان برای پاک کردن خطاهای خودشون اشتباه ترین روشی بود که انتخاب کردن، وگرنه روشن کردن حقیقت برای من در حد 2 تا پست در اینستاگرامه. پرونده ما از طریق وکلا در جریانه و تمام این اتهامات به شدت پیگرد قانونی برای طرفین داره. این رو هم باید تاکید کنم که صبر من هم حدی داره و اگه این داستان ادامه دار بشه مجبور میشم خیلی از اصول و اعتقاداتم رو زیر پا بذارم و تمام حقیقت رو برای همه بازگو کنم. اما روناک واکنش متفاوتی به این ماجرا نشون داد. اون نوشت: سلام به همه دوستانم، خیلی دوستتون دارم و چه خوشبختم که شما را دارم. بابت همه پیام‌های پر از عشق و محبت شما ممنونم و به بودن با شما در این صفحه میبالم به خودم. الان بیشتر از همیشه فصل زیبای زندگی من و پسرام آغاز شده و من قوی تر از همیشه در پناه خدا با فرزندام هستم. در این دنیا عشق فقط تمام ماجراست و من مادری عاشق و خوشحالم. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخر این پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.